روز خیلی سختی رو گذروندین، یکم دراز بکشین، استراحت کنین. بفرمایید، من برای شام بیدارتون میکنم، نگران نباشین. مراد از کجا میشناسی؟ از طریق شما. واقعا؟ تو الان واقعا منو یادت نمیاد؟ منو نمیشناسی؟ همه همینو ازم میپرسن، اما من یادم نمیاد، کسی رو نمیشناسم. میتونی همه رو فریب بدی، اما منو نه. بین من و شما رازای خیلی بزرگی هست لیلا خانم. هیچی نمیدونم، تو رو نمیشناسم. رازات فعلا پیش من میمونه، مثلا در مورد پسر جونت. فعلا قصد ندارم چیزی به مراد بگم. تو از من چی میخوای ها؟ راحتم بذار، من فقط یه پسر دارم، اونم مراده. ببین شکایتتو بهش میکنم، اونم اخراجت میکنه ها. پس میخوای بازی کنی؟ باشه، منم بازی میکنم. در ضمن من گوله این نقش تو که هیچی یادت نمیاد نمیخورم، گفتم بدونی. عزیزه چه چایی تو نخوردی؟ نتونستم بخورم. چه دا؟ این همون گل سری نیست که من وقتی سرباز بودم برای فرستادن؟ تا به امروز اینو نگه داشتی؟ نگهش داشتم. فوق العاده ای تو. همونطور که تو موهامو نگه داشتی، منم اینو نگه داشتم. من فکرامو کردم. خوب چه تصمیمی گرفتی؟ پیشنهادتو قبول میکنم. وای پیشنهادتو قبول میکنم. وای خدای من چقدر قشنگ گفتی، چقدر قشنگ گفتی. یه بار دیگه بگو. من پیشنهاد ازدواج تو قبول میکنم. ای خدایا قربونت بدم که این روزا رو به من نشون دادی. ای عظیمه، ساعت چنده؟ محضرم تعطیل شده یدی؟ مثل بچه ها میمونی حشمت، مگه روز دیگه ای نیست؟ راست میگی، انگار یکم دیر شده. اما یه شرطی دارم. شما عمر بفرمایید. میگم که حشمت خان، تا بچه ها رو آشتی ندادیم به کسی چیزی نگیم. اوه، تا اون موقع من دیگه مردم. خدا نکنه. در واقع اونام زیاد نمیتونن طاقت بیارن از هم دیگه جدا باشن. من یه عمر منتظر تو بودم، یکم دیگه هم منتظرت میمونم عزیزم. بیا این لحظه قشنگ و با یه عکس تو تاریخ ثبت کنی، موافقی؟ آره. گرفت؟ تو داری گریه میکنی؟
چرا گریه میکنی؟ عشق شاقه. اگه از خوشحالی هم باشه نباید باشه، چون من تحمل عشقای تو ندارم. سلام من به تو یاد قدیمی، منم همون هوادار قدیمی، هنوز همون خراباتی و مستم، ولی بی تو سبوی می شکستم. همه تشنه لبیم، ساقی کجایی؟ گرفتار شبیم، ساقی کجایی؟ اگه سبو شکست عمرت تو باقیز که اعتبار بیتی. آی آی آی، بیا ببین بابا بزرگ حشمت تو آشپزخونه با چه شوق و اشتیاقی داره کار میکنه. دختر مگه چی شده؟ اوه، بوی ماهی همه جا رو گرفته. حیات، بابا بزرگ چه شده؟ منم نفهمیدم، ازش پرسیدم ولی هیچی نگفت. دخترم برای چی وایسادی؟ زود باشین زود باشین بشینین، بابا بزرگت گفت دیگه تموم، همه بشینم. بیا اینم بگیرین، ببینم دیگه چیزی نمونده که براتون بیارم ببرم. آخه غیر تو کمرم گیر کرده. ها؟ تو رو خدا حال روز اینو میبینی؟ اصلا فکرشو میکردی به همچین روزی بیفته؟ من که خودم هم تعجب کردم. دختر و شما هنوز وایسادین؟ زود باشین بشینین دیگه، بابا بزرگ خیلی عصبانی میشه. این بار همه چی خودش با دستای خودش درست کرده، هیچ وقت این کارو نمیکنه. زود باشین بشینین، پدر بزرگ گفت غذا حاضر، همه بشینن. خوشحال بودن مگه جرمه؟ وقتی اخمام تو همه یه مشکل داری، وقتی هم که نیست یه مشکل دیگه. این چه حرفیه بابا جون؟ تو همیشه خوشحال باشی یا ما هم خوشحال میشیم، خیلی خوشحال میشیم به خدا. آره منم هم همینطور. مراد داده زنگ میزنه، ایشالله که خیره. بله پسرم. آه بابا بزرگ، ببخشید زیر دوش بودم نشنیدم، بفرمایید. میخواستم بگم که من برای دخترها ماهی تازه کارا دنیزی درست کردم، تو هم برای شام بیا اینجا. چی میگی؟ چی میگی؟ باشه. نه با تو نبودم، حیات اینجا داشت یه چیزی میگفت، به اون گفتم. چی میگی؟ دعوتش نکن. آها اینطوری شد که تو جواب تلفن ندادی، ما مایه رو خوردیم. ایشالا یه وقت دیگه بازم مایه خوب میخرم خبرت میکنم. باشه بابا. فهمیدم بابا بزرگ، فهمیدم. باشه، مشکلی نیست، نوش جونتو. ای بابا زشت شد دیگه، باعث شدی برام دروغ بگم. این وضعیت شما چی میخواد بشه آخرش؟ اینقدر به این فشار نیاریم. میادم، میگم جداشی این حالت بد میشه، میگم با هم آشتی کنین، میگی به من فشار نیار بابا بزرگ. خب چی کار کنیم؟ گیر ندیم یه فکر به حالش میکنم. این یعنی چی اون وقت؟ یعنی الکی برنامه غذا خوردن نریزین، بیشتر اذیت میشم، نمیبینین؟ دیگه بیدار شو رفیق، آیا تصمیمش جدیه؟ معلومه غرورش شکسته، وگرنه اینقدر کشش نمیداد. منم امیدوار بودم درست میشه، اما امشب داداشون تو هم یکم صبور باش، بذار یکم پیش دختره باشه، بذار یکم آتیشش سرد بشه. آسلی و ایپک قانعش میکنن. آره منم موافقم،
بالا راستش به طرف حیاتو گرفته، میگه مراد کار زشتی کرده. آره کار زشتی کردم، شما اینقدر به روم نیارین دیگه. اما خب حیاتم خیلی لجبازه، چرا این همه لجبازی میکنه؟ من نمیفهمم. میخوای زنم بشی؟ باشه بیا اینجا، بیا زنم شو. وگرنه زندگی رو برای جهنم میکنم. فکر نکن از اون آدمای ساده و مظلوم. الان دیگه بی حساب شدیم. الان دیگه بی حساب شدیم. زود باشین دیگه بریم، این بیچاره هم خونه زندگی داره، مزاحمش نشین. غریبه نیست، کلیدا رو میده خودمون میبندیم، من یکم دیگه هم میخوام بمونم. امکان نداره داداش، اگه تو بمونی منم میمونم. شما برین دیگه، من میخوام یکم دیگه بشینم. رام خدمتی، با این حالت نمیتونی رانندگی کنی. مست نیستم کرم، اصلا اینا رو بگیر، من با تاکسی میرم. یعنی میخوای بمونی؟ آره میمونم. میخواد یکم تنها باشه، باشو بریم. اگه چیزی خواستی حتما بهم زنگ بزن، باشه؟ Aşıklar çıkmaz.
عقلم باسو. تو کی میخوای منو ببخشی؟ کی این مجازات تموم میشه؟ یه هفته، 3 سال، 10 سال، یا این که تا آخر عمر؟ کی؟ من هنوز بیدار نشدم. تو این انرژی از کجا میاری؟ من که نفهمیدم. امشب مراسم نامزدی داری. نامزدی رو بیخیال، رقص رو بگو. کاش منم مثل تو میتونستم کاری کنم که نیازی به این کارا نباشه. به توصیه میکنم منو الگوی خودت قرار ندی. بگذاریم بریم سارت، به کارا برسیم. مامان مشکل تو چیه؟ چرا شما نمیفهمین؟ اون زن دیوونه است. مامان باورم نمیشه سر صبحی برای گفتن این چیزا پاشدی اومدی شرکت. تو خونه نمیتونم حرف بزنم. طرف چشم از من بر نمیداره، به من گیر داده. لیلا خانوم، به نظرم تو به اون گیر دادی. دیروزم که اومده بازم نمایش اجرا کردی. این چه طرز صحبت کردن با مادرته؟ داداشت با آوردن اون زن و شریک جرمش به اون خونه اشتباه بزرگی کرده. مامان داداشم کار اشتباهی نمیکنه. تو این کارم دخالت نکن. اون دو تا دست به یکی کردن یه بلایی سر من بیارن. طرف دیشب اومده اتاقم. مامان تو رو خدا تمومش کن، تمومش کن. بعد رفتن بابام انگار تو عقلتو از دست دادی. داری هزیون میگی. حالا میبینین یه بلایی بزرگو آوردین تو خونه. حیات، میشه یکم با هم حرف بزنی؟ دریا خانم، امروز واقعا نمیتونم با اتون تحلیل. چیزایی که میخوام بگم مهمه، درباره مادر مراده. اما من کار دارم. ببین اون زن خیلی خطرناکه. اگه من چیزی به مراد بگم گوش نمیده، اما حرف تو رو گوش میکنه. لطفا یکم حرف بزنیم، اون وقت تو هم باور میکنی. منو قاطی دعواتون نکنین لطفا. این موضوع به مرادم مربوط میشه، یعنی اینم برات مهم نیست؟ باز دوباره دنبال چه بازی هستی؟ دنبال بازی نیستم، دارم راستشو میگم. آخر این قضیه بیشتر از همه مراد ضرر میکنه. شما از کی تا حالا به فکر مراد بودین که الان باشی؟ باور کردن حرفاتون خیلی سخته. الانم اگه اجازه بدین من کلی کار دارم. چی شده عزیزم؟ حیات باز مراد کاری کرده؟ نه بابا، دریا خانوم. آها، پس بازم دریا خانوم دست به کار شد. اونو بیخیال بابا، امروز روز کرم و ایپکه. وای دختر خیلی خوشگل شدی. خوشبختی هایی که به من نرسید همش به تو برسه. آی حیات، رئیسم اومد. زوبا لباس من کجاست؟ اونو گذاشتم اون پشت.
ای پیکم عشقم چه خوشگل شدی. تو که هنوز آماده نشدی سیویلو. دیشبم با هم حرف نزدی، چی میخوای؟ التماست کنم زانو بزنم؟ هر کاری میخوای بگو انجام بدم. بفهم دیگه، تموم شد، این قصه به پایان رسید. همه رفتن جشن نامزدی، منم غذاتو آوردم اینجا. چرا تو آوردی؟ خدمتکار نیست؟ رفته مرخصی، یعنی ما تنهایی. زمان مناسبیه برای حرف زدن. برو بیرون، من با تو هیچ حرفی ندارم. داری، حقمو، چیزایی که ازم دزدیدیو میخوام. چند دفعه بهت بگم هیچی نمیدونم، من هیچی یادم نمیاد بابا، هیچی یادم نیست. باشه، پس من میرم با پسرتون حرف میزنم. تو ازمیر بود درسته؟ یه بار از طرف شما براش یه بسته فرستادم، واسه همین یادم مونده. بازم حرفی نداری؟ باشه، خودت میدونی. باید از دست این دختر خلاص شم. چالی، اصلا خوب نبود نه؟ یه بهونه ای پیدا کن فرار کن، چه میدونم موقع حلقه دست کردن بیاد. من یعنی تو اون حد خیلی بد بود. کارم تمومه، من از حکه خاص و عام میشم، کارم ساخته است. تو با واقعا با این کارت داری قلب منو میشکنی. بهتر از اینه که مراد سرتو بشکنی. طرف از دست تو عصبانیه، چرا نمیفهمی؟ این تقصیر من. اوه، خوش اومدید. ممنون. همه چی روبراهه؟ من استعداد ندارم، کار من تموم. امرخان. امرخان نه، بگو امره. باشه، استرس نداشته باش، با هم انجامش میدیم. بیا اینجا، بیا بیا. اینطوری هنوز داری فکر میکنی؟ ببین، چند دفعه باید بهت بگم هیچی یادم نمیاد، نمیفهمی؟ مغزت کار نمیکنه. نه، یادم نمیاد. باشه، من بهت یه فرصت دادم، ازش استفاده نکردی. منو راحت بذار. پس منم با آقا مراد صحبت میکنم. آها، یه لحظه وایسا، شاید اونم با من میخواد بیاد ازمیر، اونجوری با داداشش هم آشنا میشه. تازه از علی جانم میپرسم، با مادرت صحبت کردی؟ از بیماریش خبر داری ها؟ میدونی تو یه ماری. حالا انگار سر عقل اومدی لیلا خانم. راستی این قضیه فراموشی هم خیلی خوبه، من خیلی خوشم اومد. آره حالیه، با این کارت باعث شدی مراد تو رو ببخشه. اینجوری تا میتونی ازش پول میگیری. البته اونم آدم خوبیه، بهت پول میده، خیلی باهوشی. اما همیشه یکی هست که از تو باهوش داره. تو باهوشی؟ البته که هستم. <تص->
متوجه نشدم. تو میخوای من بیام خونه شما و از مادرت پرستاری کنم؟ آره. اما برای چی؟ چون نمیخوام دوباره فریب بخورم. بهش اعتماد ندارم. حق با توه. ببینیم با دیدن تو چی کار میکنه. بالاخره خواهیم دید. میفهمیم که واقعا حافظش از دست داده یا نه. طرف مادرشو خوب بشناسه. عظیم خانم خوش اومدین. همه چی فوق‌العاده است. خیلی ازتون ممنونم. خدا خوشبختتون کنه پسرم. بابوزور پسرم ممنونم. زنده باشی. خوش اومدین. ممنونم. خوش اومدین. بفرمایید. بفرمایید. خوش اومدین. ممنونم عزیزم. سلام آقا. سلام. حالتون چطوره؟ خوبم مرسی. شما خوبین؟ خوبم ممنونم. از بخیر. ممنون. ممنونم. خیلی خوش اومدید. بفرمایید. بفرمایید. دریا خانم خوش اومدین. چه سورپرایز بزرگی. بفرمایید. خواهش می‌کنم بفرمایید. خوش اومدی رفیق. دریا خانم بفرمایید. همدیگه رو میشناسی؟ منو یادتون نمیاد داره؟ پسر دوستتون هلال تو بورس آشنا شدیم. امره. امره تویی؟ باورم نمیشه. خیلی بزرگ شدی. عمه دریا خانم معلم مادرم و دریا خانم بوده. از اونجا همو میشناسیم. خیلی سورپرایز شدم. تو اینجا چی کار میکنی؟ با سارته کار میکنم. واقعا؟ اصلا خبر نداشتم. خیلی خوشگل شد. مرادینا کجا؟ مرادینا کجا؟ اینجان اینجان. باش آروم باش. همه چی رو به راهه. همه چی اوکیه. پسر خیلی هیجان دارم. از شدت هیجان دارم دیوونه میشم پسر. ای با عروس منم. تو چرا هیجان داری؟ خب دیگه بریم بشینیم و عروسه ما شروع کنیم. شما برین. من یک کار کوچیک دارم. چی کاری کردم؟ الان وقتی این کارا سخه؟ اون 5 دقیقه بیشتر طول نمیکشه. باشه برو من خودم میبرم. باز گم نشین وسط. ماشاءالله. اوه ویلکام بیبیز. عظیم خانم این نوه من معلوم نیست به کی رفته. خیلی لجبازه مگه نه؟ دخترم حق داره آقا حشمت. دلش شکسته. راست میگین. منم حرفم اینه که این جوونا حیف نیستن به هم ظلم میکنن. یعنی توی دنیای پر از دروغ امروز ممکنه فردا نباشیم هیچ کدوم. اگه اینا هم همدیگر رو ببخشن آشتی کنن خوب نمیشه. بذارم اینه که اگه با عقلی که الان داریم و اگه
تو سن سال اینا بودیم به نظرتون خوب نمیشد؟ نداحت شدی؟ قربونت بشم. این بچه ها نداحتت کردن یا من؟ حالا هر کدوم که نداحتت کرده مهم نیست، نداحت نشو، هر کدوم یه چاره ای دادن. کرم لطفا بیا بیرون دیگه، نکنه افتادی تو دستشویی. ایپک تو برو، من حالم خوب نیست، یکم دیگه میام. باشه. ایوا یعنی چی تو برو؟ برم با خودم اونجا تنهایی برقصم؟ ایپک همش به خاطر همین رقص این بلا سرمون اومد، از استرس فشارم افتاده. ایپک اینقدر منو دیوونه نکن کرم، لطفا بیا بیرون. چی شده؟ کی داره این موسیقی رو میزنه آخه؟ ما که هنوز نیومدیم بیرون، ما هنوز تو دستشویی هستیم. کرم بیا بیرون دیگه، به خاطر تو داریم از مراسم عقب میمونیم. کرم اونجا چیکار میکنی؟ کرم یه چیزی بگو، دارم دیوونه میشم. آروم باش، آروم باش، تو میتونی. اینا پس کجا موندن؟ چه میدونم. من میرم یه نگاهی بندازم. برو پتنم یه نگاه بنداز. تو یه کاری بکن، برو کنار، برو کنار. چی شده؟ میگم که الان وقتشه که تو پاشی با حیات برقص. تو میتونی، دختره رو بلند کن. حیات؟ زود باش دخترم.
یادت گفتی این قصه دیگه تمام شده؟ این قصه وقتی تمام میشه که من بمیرم.